سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم یکی دیگه از نمونه های تقدر عملیات و کاربردش رو با هم نگاه کنیم این نمونه توی مسائل حمل و نقل خیلی استفاده میشه و در واقع یک مجموعه هست زیر مجموعه هست از مسئله تخصیص تو این مسئله تخصیص در واقع ما میخوایم یک سری از موارد رو به موارد دیگر تخصیص بدیم فرض کنید ما یه سری آیتم اینجا داریم هرچی یه سری آیتم هم اینجا داریم این هم هرچی میتونه باشه میخوایم اینها رو به یک کدوم از اینها تخصیص بدیم مثلا این باسه این باشه یا برای این باشه این برای این باشه یا برای یکی دیگه باشه حالا تو حمل و نقل هم یه چنین مسئله رو داریم یک مسئله تخصیص هستش که در واقع ما میخوایم بهترین ترکیب رو پیدا کنیم اگه توجه کرده بودین فرض کنید ما اینجا یه سری وسیله داریم مثل کامیون مثل کشتی مثل مثلا هواپیما و غیره و یه سری مسیر داریم یا کامیون یک کامیون دو کامیون سه و هر چیزی و یه سری مسیر داریم یه سری مقصد داریم یعنی بعد از یه سری مسیر یا مقصد بگذرن مثلا بره به تهران ساری چه میدونم مشهد اصفهان و غیره حالا میگیم مثلا این کامیونه بره به ساری این کشتیه مثلا بره به مشهد با هواپیما بریم به تهران یا با مثلا هر چیز دیگه بریم به یک جای دیگه در واقع ما داریم این وسایل رو تخصیص بیدیم به مقاصد خودمون و از بر اساس یک سری مسیر بر این مسیر را برن اونجا که ما میخوایم بهترین ترکیب رو پیدا کنیم کدوم از کدوم مسیر بره به کجا بره و حالا اینجا ما یک در واقع مثال کلی آوردیم گفتیم فرض کنیم تو یک معدنی یعنی در یک در ام تا معدن در واقع از یک الا ام معدن وجود داره تو شهرهای مختلف معدنهای مختلفی وجود داره که سنگ آهن تولید میکنن پس ما یه سری معدن داریم باسه تولید سنگ آهن و این سنگ آهن باید به انتا کارخونه مختلف ارسال بشه فرض کنیم ما تو کشورمون انتا معدن سنگ آهن داریم و انتا کارخونه داریم که این سنگ آهن ها باید برن به این کارخونه ها تا مورد استفاده قرار بگیرن و با آهن تبدیل بشن و هر چیز دیگه خب باید اینا رو منتقل کنیم به یک صورت حمل و نقل هزینه حمل و نقل باید در نظر بگیریم اینجا برآوردهایی که کردن هزینه حمل و نقل توی کارخونه جات ها توی معادن یا هر جای دیگه یکی از بیشترین هزینه های اون سازمان هستش که با کم کردن اون یکی از بیشترین بهبود ها رو میتونیم توشون بدیم به خاطر همین یه چنین مسئله اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه و این الان در سطح کشوری میتونه یک مسئله بزرگی باشه که بتونیم حلش کنیم خب ما میخوایم از معدن آیوم اگر آی مساوی باشه با از یک تا ام به کارخونه جیوم که اگر جی مساوی باشه از یک تا ان ارسال کنیم که هزینه هر کدوم یعنی از آی به جی از معدن آیوم به کارخونه جیوم بره سی تا هزینه داره 3 آی و جی هزینه داره حالا میخواد بشه سه هزار تومن یک میلیون تومن یا یک میلیارد تومن برای هزینه ای داره هر کدوم از این معدن هم ظرفیتی دارن که اون ظرفیت تولید دارن مثلا معدن آیو میتونه آی, آی تا تولید کنه حالا در هفته در ماه هر چیزی و کارخونه جیوم هم یک سری نیاز داره یک تعدادی نیاز داره که به اون در واقع به جی میگن مثلا بتون کارخونه جیوم بتون سنگ آهن نیاز داره در هفته در سال یا هر چیزی ما میخوایم این مسیر رو پیدا کنیم بگیم اگر مبدع ما به مقدار آ میتونه تولید بکنه و مقاصد من به تو از هر کدوم لازم دارم چقدر از این معدن به این مقصد بره تخصیص داریم میدیم که چقدر از این معدن به این مقصد تخصیص پیدا بکنه و مسیر رو بگذرنه و برابر سی یک یک هزینش باشه و چقدر به مقصد دو بره که یک به دو هزینهش هستش و چقدر به مقصد ام بره که C یک به ام هزینهش هستش و به همین شیوه باسه بقیه موارد چقدر از معدن دو چقدر از نقطه دو نود دو بره به مقصد یک با هزینه ای که وجود داره و این آ مثلا آ دو هستش یا آ پریمی از اون از آ دو به مقصد یک میره این به صورت کلی بود مسئله حمل و نقل ما که چقدر از مبدع به چقدر از کدوم مقصد ارسال داشته باشیم اگر هزینه و مقداری که داریم توی مبدمون و مقداری که تو مقصدمون میخواییم مشخص باشه خب هدف هزینه هدف در واقع مسئله حمل و نقل کم کردن هزینه حمل و نقل هستش به طوری که محدودیت های ما برآورد بشه یعنی چی به طوری که تولید سنگ آهن برقرار باشه یعنی من بیشتر از یه مقداری نمیتونم توی معدنم تولید بکنم بیشتر از اونم نمیتونم ارسال کنم پس این محدودیت رو باید رعایت کنم و تقاضای کارخونه هم به طور که تقاضای کارخونه هم برآورده کنم یعنی برابر باشه با این مقدار در واقع این بزرگتر مساوی یه آی هستش بیشتر از اون بتونم برس... ارسال کنم البته بیشتر ارسال بکنم شاید طرف تو انبارش جا نداشته باشه به هر حال مختلفی وجود داره حالت ساده ترش این هستش که این هم مساوی باشه و محدودیت های فیزیکی به حال صفر یه چیزی هستش که خب نرمال هست یعنی هیچی ارسال نکنیم یک واحد ارسال کنیم دو واحد ارسال کنیم یک و نیم واحد ارسال کنیم یک 25 واحد ارسال کنیم ولی منفی دیگه نمیتونیم داشته باشیم دیگه منفی معنی نداره یعنی از کارخونه بگیریم بدیم به معدن منفی خب این هم یک مثال عددی هست که میخوایم با هم دیگه مدل سازی کنیم یه کارخونه مبت سازی رو در نظر گرفته یه کارخونه هولدینگ هستش که سه تا کارخونه کوچکتر داره سه تا کارخونه داره که مبت سازی رو انجام میدن پس ما تعداد کارخونه کارخونه یک کارخونه دو و کارخونه سه هستش هر کدوم از این کارخونه به ترتیب 500 واحد 700 واحد و 600 واحد الوار لازم دارن چوب لازم دارن که مبلشون رو تولید کنن به تون هم هستش حالا الوار ها از سه شرکت مختلف خریده میشن این شرکت تولید الواره پس من شرکت یک شرکت دو و شرکت سه رو دارم که الوار تولید میکنن تامین کننده من هستش زنجیره تامین هم میتونه یک زیر مجموعی از این قضیه باشه که الان خیلی در واقع باب هست و خیلی مسئله هست که افراد بهش فوکس دارن حتی یه رشته زنجیره تامین واسه اون وجود داره توی مقطع فوقالیسان سا دکترا توی خارج از ایران خب پس ما اینجا در واقع سه تا نوت داریم سه تا کارخونه داریم که تقاضا دارن و سه تا هم شرکت داریم که تولید میکنن تقاضای چوب ما رو تامین میکنن شرکت سوم اینجا گفته شرکت سوم یه محدودیتی داره واسه تولیدش که میگه آقا هر هفته میتونه فقط 500 الوار به ما بده خب اما شرکت دیگه توی تولیدشون محدودیتی ندارن میتونن هر چقدر دلشون خواست تولید رو داشته باشین اما شرکت یک که چون میگه از راهن استفاده میکنه محدودیتی هم نداره واسه ارسال بارش اما دو تا شرکت دیگه از کامیون استفاده میکنن به خاطر این ماکسیموم میتونن 200 تون تحویل بدن هر چقدر هم حالا تولید داشته باشن فقط به این کارخونه ها 200 تن میتونن ارسال بکنن بر اساس کامیونی که دارن اینجا چون گفتیم مثلا کامیون ها فرض نکنیم که کامیون میتونه بره برگرده دوباره بگیره بره فرض کنیم فقط یک بار میتونه بره واسه اینکه مدلمون ساده بشه خب و فرض کردیم که یه کامیون داره که 200 تا میتونه ارسال بکنه حالا این تو این جدول هزینه ارسال الوار بر حسب تون داده شده یعنی اگر من یک تون ببرم از شرکت یک الوارسازی به کارخونه یک مبلمان سازی دو واحد پولی باید هزینه کنم به ازای هر یک تونش و اگر از شرکت دو به کارخونه سوم بخوام ارسال بکنم به اندازه 4 مایز 8 دهم ده هزینه داره هر تون ارسال من بریم مثلا اونو در واقع مدل سازی کنیم ساده کنیم و حل کنیم گفتیم که سه تا شرکت الوار سازی داریم اینا مبدع من هستن و سه تا هم کارخونه مبلمان سازی داریم اینا هم مقصد من هستن خب شرکت اول به اندازه ام بزرگ این یعنی در واقع همون بی میتونه تولید داشته باشه و همچنین ارسال داشته باشه چرا؟ چون از راهن داشتیم استفاده میکرد. میکردیم تو اینجا چون هم تولید ما رو میتونست تا هر چقدر بخواستیم برآورد کنه و هم از راهن داریم استفاده میکنیم ام بزرگ در نظر گرفتیم محدودیتی نداریم در واقع واسه این اما واسه شرکت دوم و شرکت سوم من ماکسیموم چون از کامیون دارم استفاده میکنم ماکسیموم 200 تا میتونم ارسال داشته باشم تو اینجا اگه یادتون باشه شرکت سوم 500 تا ماکسیموم میتونست تولید بکنه اما اگه من بخوام از این ماکسیمومش استفاده کنم بازم فرقی نداره چون 200 تا میتونه بر اساس اینکه کامیون داره ارسال کنه پس ماکسیموم ارسال من مهمه اینجا که 200 تا هستش نه این 500ی ای که گفته بود این 200 مهم هستش حالا اگر از شرکت یک به کارخونه یک ارسال بکنم بزه هر تون دو واحد پولی باید هزینه کنم به هر همین ترتیب باسه مقاصد دیگم به طور مثال اینجا باسه شرکت سوم اگر بخوام به کارخونه اول ارسال کنم سه واحد به هر تون باید پول بدم خب میدونیم که اینجا هزینه داریم پس مثلا اون مینیمم سازی هزینه است هزینه ها بر اساس ارسال مقدار ارسال از شرکت الوارسازی آیوم به کارخونه مبتسازی جیوم در واقع حساب میشه یعنی من مقدار ارسالم حجم ارسالم از کارخونه الوارسازی آیوم به کارخونه مقصد من جیوم حجم من هستش که باید تعیین کنم چقدر بره با توجه به اینکه انقدر هزینه دارم سی آی جی هزینه دارم این. پس مجموعه ارسال من زیگمای سی آی جی مجموعه هزینه در حجم من به ازای آی و جی من میشه تا به هدف من که اینجا نوشتیم به اگر دو واحد این دو واحده هزینه داشته باشه هر یک تون من به مقدار تونی که دارم ارسال می‌کنم میشه هزینه ارسال از نود 1 به نود 1 نود اول مقصد به نود اول مبدا مبدا به نود اول مقصد و همینطور به اضافه مقداری که دارم ارسال میکنم از نود 1 به نود 2 و 5 واحد از نود 1 به نود 3 پس این مجموعش میشه اینجا خب این شد مدل من این شد تابعه من حالا به طوری که محدودیت تولید سنگ هم برقرار باشه یعنی من اگر اینجا 500 واحد میتونستم تولید بکنم و فقط 200 واحد میتونم ارسال کنم محدودیت باید برقرار باشه تولید من همون ارسال من برابر میشه به هر حال من 200 واحد میتونم از این ارسال کنم 200 واحد از این و هر چقدر خواستم از این پس واسه اولی من محدودیتی ندارم هر چقدر خواستم از نود یک به دیگر نودها میتونم ارسال بکنم پس چیزی نمی نمیسن. اما از نود 2 حجم کل ارسالی من از نود 2 باید کوچکتر مساوی 200 باشه. پس نود 1 از نود 2 به نود 1 به اضافه نود 2 به نود 2 از نود 2 به نود 3 مجموعش باید کمتر از 200 باشه. کمتر مساوی 200 باشه. و همین از نود سوم مجموعه ارسالی من از نود سوم باید کمتر از 200 باشه اگر من حجم مقداری که دارم تعیین کنم تو اینها برقرار باشه این محدودیت ها برقرار باشه میدونم دیگه به معادنم محدودیت معدن هامو برآورده کنم اما میخوام تقاضای من حتما برآورده باشه پس اینجا مساوی میذارم یعنی من باید 500 تا رو به اینا بدم توی حالت ساده ای که دارم در نظر میگیرم پس مجموعه دریافتی های من توی کارخونه باید مساوی اون مقدار تقاضای کارخونه هم باشه کارخونه اول 500 تا تقاضا داره مجموعه دریافتی یعنی مجموعه دریافتی کارخونه اول از معدن اول کارخونه اول از معدن دوم و کارخونه اول از معدن سوم یعنی مجموعه دریافتی این نوت از بقیه نودها، ها بزنیم ساده بنویسم اینطوری پاک کنم مجموعه دریافتی این نوت از این نودها، باید مساوی 500 باشه همینطور بقیه نوت ها یعنی اگر من اینجا با یه رنگ دیگه بنویسم این نود من مجموع تقاضاش از کل این نوت ها ببخشید مجموع تقاضا این نود من از کل این شرکت ها باید 700 تا باشه یعنی 700 تا از اینا باید تعمین بکنم من خب اینم محدودیتی میشه که مساوی میذاریم که 700 تا رو برآورده کنه با حل این مدل ما ایکس هایی رو به دست میاریم حجم هایی رو به دست میاریم که توی این معادلات صفر کنه به طوری که این تابع مینیمم بشه خیلی از اینا ممکنه صفر باشه یعنی مثلا من از این هیچی نگیرم از اینم هیچی نگیرم خب و از فقط یه سری محدود بگیرم میتونه صفر باشه ولی منفی دیگه نمیتونه باشه چون بر نمی این چیزی که این تا به این مدل حمل و نقل یه سری روش های حل ابتکاری هم داره خب که حالا بعدا با اونا در واقع آشنا خواهیم شد و به خاطر همین معروف شده مثلا حمل و نقل در و در ابتدا درس میدن و بعدا حالت های خیلی گسترده تر زنجیره تامین هستش که من نه تنها شرکت الوارسازی خودش از مثلا تامین درخت، از درختانی که بریده میشه تامین میشه بعد میرسه به شرکت یعنی من سه حال سه تا نود اصلی دارم که این نودها ها باید توی این زنجیره و هم دیگه برسن مثلا کارخونه مبدسازی بعد میده به خورده فروش خورده فروش بعد میده به مشتری هر کدوم ممکنه وسط انبارهایی داشته باشن هایی داشته باشن که زنجیره تامین در واقع میشه که مسئلهش که حالت گسترده تر گسر رو بگیره و از این همچنین از این هم توی حمل و نقل شهری هم از این مدل ها استفاده میکنن افرادی که درس حمل و نقل رو دارن حالا بیشتر بچه های صنایه با مدل های ریاضی که حالا هم جریان رو میخوام مینیمم میکنن همین که بهترین مسیرها رو تخصیص بدن واسه گذر افراد هم استفاده میشه ممنونم از توجهی که داشتین امیدوارم مفید شده باشه و بتونیم تا اینجا مدل سازیم رو انجام بدیم و بتونیم سیستم هامون رو بررسی کنیم و به مدل تبدیل کنیم از اینجا به بعد ما یه مقدار وارد حل مسائل میشیم و حل هندسی رو میبینیم و بعد سعی میکنیم اصلا یک مثال عملی رو بیاریم از سیستم واقعی کوچیکش بکنیم تبدیل به مدل ریاضیش کنیم و سعی کنیم حلش کنیم بر اساس روش مختلفی که داریم ممنون امیدوارم موفق و پیروز باشی